بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه و خوشحالم که با شما هستیم یا هستم در این هوای بسیار خوب ویرجینیا. دیروز نزدیک به 80 رسید، دیشب شد 50، امروز صبح سرد بود، این همون بهار شیراز. یادمه میرفتیم مدرسه صبح از سرما میلرزیدیم، عصر از گرما همه لباسا رو در می آوردیم، میبستیم دور کمرمون رو مینداختیم این ور اون ور رو بماند. خیلی خوشحالم که آقای سم عزیز اینجاست. این همون سام خودمونم میشه، سام نریمان، بله. و یه فیلمی رو ایشون گذاشته بود از خانم پوری بنایی. حالا به شکرانه این که ایشون اینجا هست، ما هم این فیلم رو به شما نشون بدیم و ببینید که هنوز هم انسانیت هست و خیلی نگران نباشیم که آقا دنیا به آخر رسیده، هیچ کس به هیچ که به فکر دیگری نیست. میگن که زیر 3 ماه کانادام. خب خیلی خوش آمدید. قدیمی های بندر ماشر، ماشر رو میگفتن محشور، نه؟ بله. بیایم سراغ سعید عزیز و این فیلم رو از خانم پوری بنایی که من خانم پوری بنایی رو توی آلمان دیدم، بین سال 84 تا 86 آمده بود اونجا و اونجا دیدمش. خانمی بسیار باوقار و بی خود نیست که با بهروز وثوقی نتونست بسازه، ولش کرد. بهروز یه کمی مثل که کلش خشک باد خورده، نمیدونم یه چیزیش میشه. خب بذارید ببینیم که تصویر آمد اینجا. بله. کمک های لیلا فروهر توسط پوری بنایی به سیل زدگان، ببینیم و بشنویم. درود فراوان بر هموطنان عزیزم، من پوری بنایی هستم، به خرم آباد اومدم، به پل دختر، و تا اونجایی که از دستم برمی آمد کمک هایی کردیم. خواستم به هموطنان عزیزم بگم که هنرمندانی که کمک کردن، از لیلا فروهر عزیز و فریبا جون، آقای همایون عزیزم، من اینجا اومدم با عشق و با تمام خواسته های شما، اون چی که دلتون خواست من براشون کردم. ایشالا به آقالام برم، اونجا هم طرف گلستان، اونجا هم یک کارایی انجام بدم. لیلا جون خیلی عزیز ممنونم، خانم شاهراه داشتون ممنونم. ما هم از شما ممنونیم خانم پوری بنایی، امیدواریم که در کارها موفق باشید، مخصوصا کارهای خیر، کمک به دیگران. و این پل دختر و اندیمشک و خرم آباد و اینها، ما یه دوستی هم داشتیم، هم کلاس بود با ما، آقای فرهمند مرادی، 3 سال در هنرستان، خیلی آدم عجیبی بود و خرم آبادم خدمت کردم. اجازه دارم بگم خرم آباد خدمت کردم یا این سعید میپره به من میگه آقا هر فامیل رو ما میگیم شما میگی من شیرازیه؟ واقعا یه در با آقای مستشاری گفتم شما شیرازی هستی؟ گفت نه آقا من کرمانشاهی هست، کرمانشاه هم خدمت کردم. خب دوستان چه خبر؟ خانم دکتر زنوسی از ایران برگشتن و قرار هست یک مصاحبه با ایشون انجام بدیم. متاسفانه این روزا همه در عجله و شتاب زندگی میکنن و باور کنید بعضی وقتا اگر وایسیم یکم به خودمون بیان که از این همه شتاب و عجله فقط اشتباه زیادتر میکنیم، فقط وقت خودمون رو تلف میکنیم، فقط بابا یکم از شیرازی ها یاد بگیریم. ریلکس،
هی دنبال همه چی ندوین، صبر کنید خودش میاد. حالا یارم میاد، دلدارم میاد. بله بازم ما هستیم، خیلی خوشحالیم که آقای مانی خورسندی عزیز شما هستید. این بودن خودش نعمت بزرگیه. من وقتی با مادرم تماس میگیرم حال احوالش میپرسم، میگه خوبم، بعد میگه خدا رو شکر ما هستیم. میگم این ما هستیم نعمت بزرگیه، اگه میگی نه میام دنبالت، بریم سر قبر بابام ببینیم اون بیچاره که نیست دلش میخواد بود یا نه. بله پدر من سالها پیش فوت شده، 92، 8 سال اونجا، 19 سالم اینجا، 27، در 67 سالگی فوت شد متاسفانه به خاطر اون ماجرای خبر کشت شدن داداشم و دوبار بعدم سکته کرد و اینجا بهش گفتن چون خیلی لاغر بود گفتن ما نمیتونیم جراحی کنیم، احتمالا اگه الان بود این کار انجام میدادن و با قرص و اینا یه چند سالی نگهش داشت بودن، از همین قرصای نیتروگلیسرین و این چیزها. در هر صورت نمیدونم، بعض وقتا میگیم ما معتقد نیستیم به سرنوشت، اینجا دستینی فکر کنم بهت میگم دستینی، ولی از اون ورم میبینیم یه چیزایی، یه اتفاقایی میفته که ما هیچ کنترلی روش نداریم. و اما آقای ظریف دیروز با آقای جمعه با آقای همش میگیم مایک والاس، چون ما با مایک والاس بزرگ شدیم و اون مرد و پسرش کریس والاس، البته فکر کنم پسرش هم سن ما هست، با کریس والاس توی فاکس نیوز مصاحبه کرد. برید ببینید چی میگه. اینا که میگن شاه حرف حساب میزد، آقا میدونم الان هم این جواد ظریف بعضی از حرفاش حسابه، ولی توی سیاست حرف حساب دوست ندارن، میزنن داغونت میکنن. از این ور داره مصاحبه با اینو نشون میده، از اون ور داره ایران رو نشون میده، پرچم اسرائیل و آمریکا رو آتیش میزنن. من نمیدونم این همه پرچم آتیش زدین به کجا رسیدید. حالا حتی اگه نمیدونم چند پول این پرچما رو میدید میخرید، این پولا رو برید بدید به یه بچه دمپایی بپوشه، خجالت بکشید دیگه، بسه. و اما بعد از آقای ظریف، این دروغگو جان بولتون، حقوق بگیر مجاهدین، که اتفاقا ظریف گفت مجاهدین نامش هست، فیلمش هست، ویدیوش هست که این 50,000 دلار از اونا گرفته و رفته توی برنامه‌ای که فیل هوا میکنن، گفته ما انشالله قبل از 40th سالگرد جمهوری اسلامی میریم تهران با هم جشن میگیریم. میگه آخه شما کدوم اعضای دولتی رو دیدید که بره عضو یه سازمانی که توی لیست تروریستی بوده اینجوری بگه؟ بعد احمق جان بولتون میگه میدونید چیه؟ هیلری کلینتون اینا رو از لیست در آورد. خب اگه شما مخالفید با اون کار بذارینش تو لیست. اصلا اینا هر چی بهشون میگی، یا میگه اوباما یا میگه این، برای که خودشون هنوز نفهمیدن این اسبی که سوارن اسمش گاورمنته تهش کجاست، سرش کجاست. عوضی نشستن هی لگد میزنن به اسب، وقتی هم شما لگد میزنی تو شکم اسب، اسب تندتر میره، شما میفتی. باید اول ببینی که دهنه اسب، افسار اسب کجاست، بعدن میگن که میگن شما اول دهنه یا افسار رو بچسب، بعدن لگد بزن به شکم اسب. بله میگن که آقای مجید افراخته، ایشون هم از آلمان با ما هستن، خیلی ممنون. ویگتز، بله میگه این آخرین جدول فروش تسهیلات در جهان هست. آمریکا 36% کل جهان، روسیه 21%، فرانسه 7%، آلمان 6%، چین 5%. و خلاصه پس از 10 کشور هنوز ایران در این لیست جایی ندارد. ولی شهرام شالاتان و میبودی، منظورشون از شهرام شالاتان شهرام همایونه، اتفاق خانم پوری بنایی هم گفت همایون، حالا نمیدونم از این همایون تشکر کرد یا اون حامد همایون. همایون زیاد داریم، از همایون شاهنشاه آریامهر گرفته تا این همایونای وصل پینه‌ای. ولی شهرام شالاتان میبودی و روشنفکران شیفته دموکراسی غرب جال جنجال را انداخته و ادعا میکنند ایران با تسهیلات جهان را ناامن کرده.
باز بگین چرا رژیم اقلیت جهل و جنایت شیعه همچنان پابرجاست؟ چرا دروغ بگم؟ منم از این مخالفین رژیم اقلیت جهل و جنایت شیعه میترسم. آخه دروغ و وابستگی تا چه حد؟ خب ببینید آقای افراخته، اگه یکی بخواد به شما چیز کنه، میگه مثلا توی این پمپ بنزینم اینا اینقدر بنزین دارن، معیار فقط مقدارش نیست که اینا میفروشن اینقدر و فلان، اینا معیار اینه که من ممکنه برم یه گالون بنزین بخرم ولی یه جایی رو آتیش بزنم. اونا میگن حکومت جمهوری اسلامی مثل دیوانه ایه که بره یه گالون یا 4 لیتر بنزین بخره و بره یه جایی رو آتیش بزنه. بله، این خانم زنوسی هستن. متاسفانه ماها در کارهای دست جمعی خیلی ضعیف و نمیدونم هم چه کار کنم. اتفاقا سر یه ماجرای دیگه ای بود، این پتیک به من گفت که من برای تو متاسفم که باید بیشتر با دوستان ایرانی کار کنی و وقتی تو رو میبینم خودم خوشحالم که طرف مقابل من سنگ هست و آجر هست و سیمان هست و آسفالت هست و خیلی منو اذیت نمیکنن، کار سنگینیه، کار سختیه، ولی حرفم رو گوش میدن، من هرچی میگم اونا انجام میدن و اونها دیگه چیزی نمیگن. مثلا به این دوستان ما میگیم بابا از طریق تلفن تماس بگیرم، از طریق اسکایپ تماس بگیرم، از طریق فیسبوک تماس بگیرم، هیچی نمیگن. خب این بعد من میام با تلفن شما رو اسکایپی، میام رو اسکایپ شما رو فیسبوکی، نامه هایی که من مخصوصا خیلی کوتاه می نویسم که به اصطلاح وقت دوستان رو نگیرم، ولی اینا حتی اون خط نصف خط اول رو هم نمی خونن. خب اینجوری کار نمیشه، باید یک کمی ما راه و رسم سازمان رو یاد بگیریم، سازماندهی، برنامه ریزی. شما نگاه بکنید، یه نگاهی بندازید به تمام این سازمان ها، اجتماعی، سیاسی، نمیدونم فعالین جنبش فلان. من جمعه شب رفتم این جایی که آقای تبریزی مهدیزاده، ایشون گفت دلیلی که من تبریزی مهدیزاده، حالا بیشتر مهدیزاده رو میگم، اینی که یه تبریزی دیگه هم هست، اون آقای دکتر تبریزی و داداشش و اینها، و اونها تبریزی فاخر هستن. اولا چون آمریکا فاخر رو میگن فاخر، اینها از خیر فاخر، فخر و اینها گذشتن، گفتن ما تبریزی هستیم. ولی گویا بعضی وقتا اون تبریزی با این تبریزی اشتباه میشه و برای هر دوشون دردسر ایجاد میکنه. و ایشون گفت که من مهدیزاده هستم، برنامه گذاشت و خیلی هم خوب بود و مجلس پر بود، واقعا این صندلیایی که گذاشته بودن و میزای قشنگ و اینها، شمع گذاشته بودن و همه چی، این سن یا استیج رو هم عوض کرد. راستی سن مال کجاست؟ چون اینجا میگن استیج، اون صحنه رو عوض کرده بودن، گذاشته بودن اون و خیلی بهتر بود. آقای مهدیزاده معمولا در جلساتش چند دقیقه صحبت میکنه و ایشون وقتی آمد اونجا صحبت کرد، خیلی ها دیدم، حتی یه خانمی بلند از اونجا گفت آقا همه اینجا ایرانی هستن، شما چرا انگلیسی صحبت میکنید؟ بذارید من این فیلم رو براتون بذارم. بعد فردای اون روز من از آقای مهدیزاده پرسیدم شما در جمعی که همه ایرانی هستن چرا انگلیسی صحبت میکنید؟ حالا بیا و این فیلم رو پیدا کن. خب کجا باید باشه؟ اینجا توی God Grace. این ارگانایز بودن، منظم بودن، به غیر از اینکه یکم وقت میگیره ولی بعد زود چیزها رو میتونید پیدا کنید، محاسن دیگه هم داره. اجازه بدید این آقای بذارید، این آقای مهدیزاده، من تصویر رو فقط بیارم روی قسمتی که ایشون هست و ببینین، چون بعضی از این دوستان میان تو مجالس عمومی و نمیدونن تو مجالس عمومی که میان هر کسی اجازه داره ویدیو بگیره، عکس بگیره، بعد هر کسی هم این روزا فوری میذاره رو اینستاگرام و فیسبوک و اینها. بعضی هاشون گله میکنن که آقا ما نمیخواستیم عکسمون نشون داده بشه. خب
آقای مهدیزاده یه ذوق شومنی داره، یعنی دوست داره با مردم صحبت کنه، گفتگو کنه، ولی به نظر من میخواد بدون تمرین، بدون کلاس رفتن، بدون تجربه کردن این کار انجام بده. شما هرچی هم استاد باشی فرق میکنه با اینکه دو روز، سه روز، یه هفته، ده هفته، یک سال بری یک کلاسی رو ببینی و اونا به اصطلاح زیر و بم این ماجرا رو به شما نشون بدن. بله، بریم سراغ آقای مهدیزاده. دو سه دقیقه بیشتر صحبت نکردیم بنده خدا، ولی بعد میگیم که چرا انگلیسی صحبت میکنی. هپی God, I congratulate you that you create us. Also, I congratulate all of you that tonight you are here. All of you know what is our goal. We're going to submit economic project and cultural project for better world. Hopefully, 50 years ago, I practiced all of this project in a small scale. Now I'm trying to submit this project in worldwide. I appreciate keep in your mind, and I'm wishing one day the whole world celebrate the 26th. The history knows about Cyrus the Great. He was one of the wonderful men that he respect for human rights throughout the world. Today, what we are doing for the world. 26 is the honor of Iranian in this world, and it will be. And I promise, and all of you are witness, to what extent we are getting progress, and effectively, very soon the world will be happy. Have a nice evening, everybody. ایشون میگه که به خدا تبریک میگه که ما را آفریده، بعد به دوستان تبریک میگه که اونا هم اینجا جمع هستن و میگه ما 50 سال پیش، منظور خودشونه، 50 سال پیش یک کاری رو شروع کردیم در حدی کوچک، ولی امیدمون اینه که این بزرگ بشه، جهانی بشه. و هدفشون اینه به مردم هم که اونجا هستن میگه شما که برنامه ما رو میدونید، دنیای بهتر. و از کوروش میگه که کوروش چه ها کرده و از خودمون سوال کنیم که ما چه کار کردیم. نمیدونم بالا. من باز میگم اون ماجرایی که یه نفر نشسته بود کنار دریا با یک کاسه ماست و هی آب دریا رو میریخت توی این کاسه و هم میزد و یکی آمد گفت چی کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم، دوغ جهانی، میخوام یه دوغی درست کنم که همه مردم در تمام دنیا بیان کنار اقیانوس، کنار دریا، وردارن دوغ بنوشن. طرف گفت آخه با یه کاسه ماس که نمیتونی تمام اقیانوس رو دوغ درست کنی. درست آب نمک داره، ولی یه کاسه ماس که جوابگو نیست. گفت حالا شما خدا رو چه دیدی؟ اومدیم و شد. حالا شاید آقای تبریزی هم در فکرش اینه که اومدیم و شد. حامد عزیز سلام. بله، یه چیز جالب براتون بگم. اون دوست ما، همشهری ما بهزاد که دی جی هست و خوب مجلس گرم میکنه و اینا، اتفاقا آقای داوود حسینی هم اونجا بود. این دو بار توی صحبتاش گفت خدا رو شکر که فلان رستوران بسته شد
که جمع ما اینجا شلوغتر بشه. گویا چند نفر رو دیده بود که اونا میرفتن رستوران نیبرز که آقای حسین پناه قبلا صاحبش بود و بعد شد توتی و بعد شده آمباراس و نمیدونم چی و اینها، گویا بازم بستن، نمیدونم، میگن یه آقای دکتری صاحبش هست و اینها. خلاصه من پیش خودم گفتم وقتی که موقع شام شد که یه موزیک ملایمی میذارم و این بهزاد میاد میتونیم باهاش، فکر کنم اینا فامیلای فهندجی هستن و فهندج سعدیه، اینا دیگه شیرازی هستن، آقای سم سعید عزیز، بهش میگم که کاگا جون من و شما از بسته شدن و ضرر دیگران نباید خوشحال باشی. شما ببینی چه تو این واشنگتن، چه تو شیراز، چه تو خیابون شهرزای تهران، یادمون شهرزا بود، شهرزا بود چی بود که کفاشی ها بودن، هیچ کفاشی ناراحت نبود که چرا بغل دستش هم کفاشیه، چون میدونست که اگه اینجا یه کفاشی باشه شانس اینم کم میشه، ولی به دلیل اینکه این ورش کفاشیه این ورش کفاشیه، هر کی کفش میخواد میاد اونجا. و برای من جالب این بود، آقای مهدی، آقای مهدی زاده وقتی رفت اونجا همینو گفت، گفت که این دوستمون دوبار اینو اعلام کرد و من میخوام یک تصحیح یا کورکشن بگم که ما از اینکه بیزینس یک کسی بسته بشه یا موقتا تعطیل بشه اینها خوشحال نخواهیم شد، ما امیدواریم همه در کارهاشون موفق باشن و من از این کار ایشون خیلی خوشم اومد. بماند فردای اون روز من از اونجا رد می شدم و رفتم یه سری بزنم به آقای مهدی زاده، خسته نباشید بگم، خیلی زحمت میکشن، شما فکرش نکنید که حالا مثلا شامو آقای محبی آماده میکنه، از دایس برگر خوراک آوردن، خوراک بسیار خوب، چلو کباب و چلو مرغ و چلو قرمه سبزی و نون کنجیتی، ولی آقای سعید خان سمایی نون کنجیتی خوشمزه زیادتر بده. خلاصه گفتم که آقا مردم هی پرسیدن از شما که شما چرا انگلیسی صحبت میکنی، این جمع که حتی یک آمریکایی هم نبود، قبلا توی کلیسای میرفت برنامه میذاش یکی دو نفر آمریکایی میمدن، ولی توی این جمع یه دونه آمریکایی هم نبود، بعضی وقتا مثلا یک کسایی میان همسرشون آمریکایی هست و اینها، ولی اون شب هیچ کس آمریکایی نبود. گفت که سوربی جان هم تو میدونی هم اینا میدونن که من این برنامه رو الان چند ساله دارم میگم هدفم چیه، ولی من به انگلیسی میگم، برای اونایی که برنامه ها رو کنترل میکنن، یعنی ایشون باور داره هر چیزی ما میگیم هر عملی انجام میدیم یک کسایی هستن کنترل میکنن. حالا کیا کنترل میکنن؟ دولت، بهش میگن بیگ برادر، دیپ استیت، دولت مخفیه، اون گاورمنت، شادو گاورمنت، دولت در سایه است و اینا، نمیدونم، ولی ایشون باور داره که یک نیروی، یک دستگاهی چیز میکنه. امروز یه پروگرامی دیدم میگفت که این فضانوردان، نه، موجودات فضایی هستن و با ما هم هستن، چون اینجوری نیست که 28 سال برن 28 سال برگردن، همینجا زندگی میکنن و تونستن خودشونو به شکل ما در بیارن و فلان اینا. نمیدونم، شاید آقای تبریزی یا مهدی زاده منظورش اون موجودات هم هست. و اما گفتم بهتون امروز دوشنبه است، 29 آپریل، فردا 30 آپریل، پس فردا میشه اول ماه می. اگه نگفتم حالا گفتم دیگه، اونایی که به ماه خارجی کمک میکنن، نه به ماه خارجی، بر اساس برج و ماه، چرا راستی میگفتن برج، تفاوت برج با ماه چیه؟ گفتن ماه فروردین مثلا برج آینده میام اونجا، نمیدونم. و نهم اردیبهشت 1398، بذارید ببینم خانم دکتر زنوسی که تکس فرستادن چی گفتن و چه باید کرد. بله، آها، بله بله، خب بسیار خوب، بسیار خوب، میتونیم فردا این کار رو انجام بدیم، چون ایشون چند تا عکس فرستاد با فیسبوک. ببینید فیسبوک، حالا تازه فیسبوک خیلی خوبه،
عکس‌ها رو فرمتش رو عوض میکنه میفرسته که برای هممون قابل دیدن باشه. ولی یکی با آیفون عکس میگیره، یکی با اون، یکی نمیدونم سامسونگ عکس میگیره، یکی با آیفون و اینا هم میفرسته، یکی با کامپیوتر میفرسته، اینا همه این فرمت ها عوض میشه، حالا میرسه به دست من. حالا بستگی داره من با چی بازش کنم. اینی که بعضی عکس ها رو وقتی میفرسن مینویسه attachment is not available. خب من برای یه دوستانی مثل سم که کارش تکنیک هست و IT بهشون میگن، این چی میگن information technology اینا هست، تا میفرسم این با یه نوع دیگه میفرسه. برای من یه دوستی اگه میفرسه میگه که مثلا برای آقای این دوستمون از خلیج فارس بهش میگن آقای عقل بشر، یه چیزی رو میفرسم میگه کاکو جون باز نشد، میفهمم که ایشون از تو کامپیوتر نگاه نمیکنه، سیستم ویندوز نداره، فوری میکنمش MP3 یا اگه ویدیو باشه میکنمش MP4 میفرستم ایشون نگاه میکنه. ولی همه کس این رو نمیدونن و چه باید کرد من هنوز نمیدونم. یک یونیورسال پروگرامی داشته باشیم که همه چی رو مثلا پلیر VLC رو امتحان کنید، اون پلیر قوی هست به نسبت ویندو، همه فرمت ها رو، همه نه تقریبا همه رو میدونه، بیشتر اونا رو میدونه و اینها. و در صورت وقتی برای خانم زونسته نوشتم این عکسایی که شما منظورت بود بفرستی که تو برنامه نشون بدم، اینجا مینویسه attachment is not available، یعنی پیوست قادر نیستیم که بهتون نشون بدیم، با ایمیل بفرستید. نه ایشون گفت که اینجوری گفتم خب میخواین چهارشنبه با هم صحبت میکنیم، مصاحبه میکنیم، ولی من سه شنبه با شما تماس میگیرم تا این عکس‌ها رو به یک نحوی، به یک طریقی به اصطلاح بگیریم از شما. و اما میگن برج به افلاک آسمانی میگویند، مثل برج حمل یا جدی یا جدی. و آقای خورسندی شما فکر کنیم ما فارسیمون مثل شما و داداشت خوبه، همه اینا رو بلدیم. برج حمل، حالا من میخونمش برج حمل، اون جدیه، جدان، جدیه، نمیدونم، جدیه، نمیدونم. دستم ممنون و متشکرم، خیلی خوشحالم که با ما هستید. لطف کنید دوستانتون رو هم به وسیله شیر کردن دعوت کنین، یا میان بهتون میگن آقا دیوانه ای وقتت رو با این دیوانه سر میکنی، حالا تکلیفتون رو میدونید، یا اینکه میگن خیلی ممنون که ما رو با این دیوانه معرفی کردی، ما هم دیوانه ای هستیم که جایی راهمون نمیدن و دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. خب ضمن تشکر از آقای حسن خزائی که حرف ما رو گوش نمیده و هر کاری دلش میخواد انجام میده، بریم چند تا نوشتم از ایشون براتون گذاشتم. ولی قبل از همه چیز این خانمی که لطف کردن و زنگ زدن و پیغام گذاشتن، چرا هیچ وقت برای شما این اتفاق افتاده که یه چیز مثلا میرین یه جا خوراک اوردر میدین، وقتی میاد میبینید این خوراک بیش از اندازه شوره، بعد شما میگید شاید من داشتم میمدم آدامس تو دهنم بوده، آب نبات تو دهنم بوده، یه جایی شربت خوردم شیرین بوده، من به نظرم میاد که این خیلی شوره. بعد یه دفعه مثلا این آقای مو مستشاری هم نشسته میگه آقا این خیلی نمک داره، اون میاد به شما این قدرت رو میده که شما بگی آره منم دیدم، منم فهمیدم شوره، ولی مطمئن نبودم که به اصطلاح مزایی چشایی من اشکال داره یا اینجوری. این وقتی که این خانم این پیامو گذاشت، من گفتم که اه پس روز چهارشنبه من تنها نبودم که وقتی این دوستمون صحبت میکرد که شاه باید دو تا زن میگرفت، ثریا رو این ور بذاره، فرح رو اون ور بذاره، ثریا که پیرتره بهش بگی بشین تو خونه، با فرح این ور اون ور بره، فرح بچه دار بشه، بعد به اون بگه بچه ها رو نگه داره. اینها ما یه فامیل داشتیم، جالب اینه که این فامیلمون برای ساواک کار میکرد، خانم اولیش که زن گیرش نمیمد خودش رفت برای این زن گرفت و از اون خانم 7 تا بچه گیرش اومد و این دوتا این دوتا خواهر توی خونه زندگی میکردن. بابای من و دیگرانم شوخی میکردن چون از سنش از بابا من فکر کنم بیشتر بود، میگفت این خیلی خوبه، هیچ وقت هاشم آقا لاف ازش نمیره اون بر، چون این ورش این خانمشه، اون ورش این خانمشه. دیدید شمایی که زن دارید، منی که زن دارم،
زمستون اگه هست لاف رو از رومون میکشن، تابستون اگه هست لاف رو دولایی میندازن رومون. ولی خب همیرم ما به فال نیک میگیریم. آمریکایی‌ها میگن زن، همسر یه چیزیه که شما نمیتونی بدون اون زندگی کنی و نمیدونی با اون زندگی چجوری انجام بدی. در اصل ما که 40 سال زندگی کردیم و 4 سال قبلش هم با ایشون آشنا بودیم، خیلی هم خوشحالیم و چی بگیم دیگه، بس دیگه در ما تعریف. خب میگه شازده هم باید 2 تا زن بگیره چون ولیعت نداره. خب بفرمایید. شاید این دوست ما از خلیج فارس به 16 داشته ندا میداده، میگه به در میگم تو گوش کن. بیان بریم این دوستمون چون نگفته پیام من فقط برای خودتونه، ما پخش میکنیم. بله بفرمایید دوست عزیز، با شما هستیم. سلام آقای سوردی، الهه هستم از دالاس زنگ میزنم. برنامه تاریخ 24 اپریل تون رو نگاه میکردم از آقای خلیج فارس. الهه خانم خسته نباشی، سال نوت مبارک. اون آهنگ ای الهه ناز واقعا به شما میبرازه، چقدر قشنگ اسمشو گفت. سلام کرد، از کجا تماس میگیرم؟ چه برنامه ای، چه تاریخی، مجریش کی بوده؟ 13 ثانیه دوستان، 13 ثانیه. ولی میام اینجا یه پیامی گوش میدم، 3 دقیقه طرف حرف میزنه آخرش قطع میشه، دوباره زنگ میزنه همون چیزها رو از اول میگه، به اضافه شکایت این که آقا این نوارتونم که قطع میشه. خیلی ممنونم الهه خانم. دوباره من این 13 ثانیه رو میذارم که دوستان یاد بگیرن پیام گذاشتن یعنی چی. هدف از پیام اینی که طرف بفهمه شما کی هستی، بفهمه منظور شما چیه، بفهمه درباره چی صحبت میکنی، بفهمه سوال شما چیه. بریم گوش کن. مرسی، ممنونم، روز منو ساختی. سلام آقای سوردی، الهه هستم از دالاس زنگ میزنم. برنامه تاریخ 24 اپریل تون رو نگاه میکردم از آقای خلیج فارس. خواستم بگم که ایشون فقط اشکال شاهو در این دیدن که مثل سلطان برونای 2 تا زن رو نیوردن که به خود جامعه بدن و مردم عادت بکنن. نامردی شاه فقط در این بود. وقتی که یه همچین چیزایی رو مطرح میشه که خیلی بی اساس و بی مورده، اگر این کار شاه نکرده دلیل نامردیشه و به نظر من اگر یه کار خوب کرده باشه همین کارشه. اگر کارهای خوب زیاد کرده، ولی خب بنابراین وقتی شما اینجوری صحبت میکنی بقیه یه حرفایی هم که میزنی یه ذره زیر سوال میبره، که مثل آخوندا که به صحرای کربلا میزنه هر جایی رو میخوان به شاه بکشونه. البته من نه طرفدار شاهم نه طرفدار آخوند، ولی خوبه که انصاف یه جورایی آدم رعایت بکنه و آتو دست به بقیه نده که زیر سوال ببرن شما. روز شما خوش. بسیار ممنون. خب این هم از این ماجرا. اجازه بدید من نمیدونم کدوم برا بپام. بله آقای مانی خورسندی حرفی رو میزنه که من هم باور دارم. چی شد نوشته شما کجا رفت؟ آها اینجاست، نوشتم سکسیستی فکر نکنین، درست میخونم سکسیستی؟ دخترها هم میتونن ولیعهد باشن. شما فکرش رو بکنید، پاکستان به این پاکستانی، اسرائیل، اینا حالا رهبر نه یا نخست وزیر یا رئیس جمهور زن داشتن، ایران پادشاه سوئیس رفتش، این همه ادعای فرهنگ. آقا بیا بگو که خب این پسر گیرش نمیاد، نیاد دختر من ملکه بشه. مگه ملکه انگلستان همون موقع در کار چند ساله؟ این خانم 90 سالشه همیشه ملکه بوده. این مرد بودن
که چی میگن ماچو، ماچو من. این ماچو بودن هم پدر خودش رو درآورد، هم پدر مملکت رو درآورد، هم پدر ما رو درآورده. الان اینجا یه سری سلطنت طلب، نه سلطنت طلب، شاه اللهی بی مغز باید با اینا سرکله بزنی. در صورت الهی خانم پیام شما بسیار عالی، من هم با شما هم عقیده هستم و به این دوستمون فرستادم پیام شما رو، گفتم من هم نظر خودم رو میگم. نظر من اینه که شما اگه حتی نمیخواستی آقای شاه، حتی اگه نمیخواستی یه زن در ایران ملکه باشه، میرفتی پرورشگاه، گفتم بهتون یه آقایی بود به من زنگ میزد فوش میداد، بعد همه پولاشو داد به رضا پهلوی، وقتی بی پول شد دیگه رضا پهلوی بهش جواب نمیداد، این آقای خسرو رنجبر اگه یه روزی به من زنگ بزنه بگه، یعنی آقایی بود به نام محمد رضا، بعد یه دفعه بعد از چند سال به من زنگ زد گفت من از شما عذرخواهی میکنم، مریض شدم، سرطان گرفتم از دست این پدر فلان، و نه به خود به پدرش فوش نمیداد، من عاشق محمد رضا شاه بودم برای که این آمده بوده توی پرورشگاه و این آقا هم به اصطلاح بچه پرورشگاهی بوده و اینو برداشته بغل کرده، گفته اسم این کیه، گفتن این اسم نداره، گفته اسمشو بذارید محمد رضا، و اون آقا به خاطر این کاری که شاه کرده بود نه یک دل صد دل عاشق محمد رضا بود. خب آقا همینو میبردی خونه، همینو میبردی کاخ، که مردم هم یاد بگیرن که وزیر آموزش پرورش هم اگه بچه دار نمیشه، وزیر نفت هم اگه بچه دار نمیشه، بره پرورشگاه بچه ها رو بیاره. نکردن این کار رو، به اینجا رسیدیم. حالا ببینیم که گفت خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. اوکی دوستان عزیز، خیلی چی مونده اینجا از دو سه روز گذشته و از روزهای قبل، یه مقداری باز سریعتر براتون بگم برم و فسفس نکنم. اولا آقای چمنارا همه تون میشناسین، اگه نمیشناسین اسمش رو تایپ کنید توی گوگل، سهراب چمنارا یا چمنارا.net، رو فیسبوک هم هست. ایشون ویدیوهایی میسازن، صحبت میکنن و صحبتاشون بر این باور و اساس هست که اگر قانون اساسی خوبی رو ما در دست داشته باشیم، دیر یا زود همین آخوندا یا هر رژیم دیگه ای هم هست، ریفورم یا تعویض هرچی، مجبورن اجرا کنن. آقای آریان پور به ایشون یک پاسخی داده که من با آقای آریان پور هم عقیده است. ایشون نوشته با عرض سلام دوست گرامی و عزیز آقای مهندس سهراب چمنارا، با توجه به ویدیوی اخیر شما و ذکر مطالبی در مورد کره‌ای‌ها که برای آموزش فن اتومبیل سازی در گذشته به ایران می آمدند و پالایشگاه نفت ایران که یکی از پیشرفت‌ترین پالایشگاه جهان، علامت تعجب با یک دنیا پوزش، این دو مثال شما متاسفانه همراه با حقیقت نمی باشد. درست است که پالایشگاه نفت ایران یکی از قدیمی ترین پالایشگاه جهان و شاید بزرگترین آنها بوده، ولی ربطی به ما ایرانی ها ندارد و مؤسس و پایه‌گذار و راه‌اندازی آن به دست متخصصین انگلیسی بود و ایرانی ها تا ملی شدن صنعت نفت چرخ پنجم بوده. چرخ پنجم میدونید زاپاس. حالا توی تریلی هم یه چیزی بهش میگن فیفت ویل، نمیدونم فیفت ویل اون پینه وسطه، باورتون میشه این تریلی ها 40,000 پوند رو میکشیم ورور با یه پین آهنی انقدی، من که میدونم چه خبره، وحشت داره. بله و حتی تا چند سال قبل ایرانی ها در رأس مؤسس پایه‌گذار صنعت چرخ پنجم بوده و کاری به پیشرفت این پالایشگاه نداشتن و حتی پس از ملی شدن نفت و گمارده شدن ایرانی ها در رأس مشاغل مهم نفتی و پالایشگاه، هیچ پیشرفتی در صنایع نفتی دیده نشد و حتی تا چند سال قبل ایرانی ها قادر نبودن بنزین سوپر را در ایران تولید کنند و از شیخ نشین های شتر سوار دیروز خریداری می کردیم.
پتروشیمی در ایران در اوایل سالهای 40 شمسی شروع گردید و چند سال بعد در عربستان پایگذاری شد، ولی عربستان از لحاظ پتروشیمی در حال حاضر سالهاست در رده چهارم جهان قرار گرفته و تولیداتشان در سطح جهان به فروش میرسد و در سال 2017 درآمدش از پتروشیمی برابر با 40 بیلیون دلار بود، در حالی که درآمد ایران از پتروشیمی کمتر از 5 بیلیون دلار و از لحاظ رده‌بندی در رده 80 سایر کشورهای تولید کننده پتروشیمی قرار داریم و حتی سنگاپور، کره جنوبی، بلژیک و چند کشور اروپایی بدون داشتن ذخایر نفتی تولیداتشان از ایران بیشتر، مرغوب‌تر و ارزان‌تر است. و اما در مورد صنعت اتومبیل اجازه بدید حرفی نزنم که بیشتر باعث شرمساری خواهد شد. ایران از سال 1345 تا این زمان بالغ بر 37 نوع مدل اتومبیل از طریق مونتاژ ساخته است، ولی حتی یکی از آن آمادگی رقابت با بدترین اتومبیل ساخته شده در جهان را نداشته و ندارد و هیچ کشوری حاضر به خریداری آن نشده است. و بدتر از آن، ما در 50 سال قادر نشدیم حتی بخشی از قطعات تشکیل دهنده اتومبیل را در ایران بسازیم. من در مورد صنایع ایران چندین نوشته در فیسبوک و بلاگ خودم درج کرده و توضیحات لازم را در مورد خرابی وضع صنایع بیان کرده ام. شوربختانه اکثر ایرانیان، حتی خود جناب عالی، علاقه به خواندن نظرات دیگران ندارید و چنان در افکار خودتان فرو رفته اید که نمی توانید تصور کنید که مشکل ایران ما تنها قانون اساسی نیست و می تواند عوامل دیگری نیز باشد که بایستی درباره همه آنها فکر کرد و راه حلی یافت. ارادتمند امیر هوشنگ آریانپور. بله، میگه کابوسی، این کابوسی هم گیر داده به نژاد ول نمیکنه. هر چی میگه نژاد ناخالص، نژاد ناپاک. آقا نژاد خالص و پاک کجاست؟ ما بریم ببینیم چه کار میکنن. این آمریکایی‌ها نژاد پاکن؟ اروپایی‌ها نژاد پاکن؟ میگفت سه تا آمریکایی، سه تا مرد به 10 اسب و گاو و اینها رفتن تجاوز کردن. باورتون میشه وقتی این خبر آمد گفتیم کیه؟ آخه میدونی این بدبخت مجاهدای یه سریشون خودشون آمدن اقرار کردن که از وقتی که این مجاهد مسعود رجبی گفته زنها رو طلاق بدین و خانما اون ور باشن، آقایون این ور، بنزین اونا یه روز دیگه بزنن، اینا یه روز دیگه بزنن، درست مثل آخونده که میگه اگه خانم نشست رو صندلی اینجا گرم بود تو آمدی نشستی گرمای اون شما احساساتی میشی، این مجاهدین از آخونده بدترن. مجاهده آمده بود تو برنامه تلویزیونی توی ویدیو میگفت که ما توی این صحراهای عراق گاهی وقتی خری الاغی میدیدیم دیگه هیچی، خرسواری میکردیم، نه به معنای خرسواری بشینن روی خر. بله سعید جان، ما شاه زن هم داشتیم، این اسلام اینه. آها آقای مانی خورسندی گفت آقا مدینه گفتی و کردی کبابم. اگه شما گفتی چه زمانی شاه زن داشتی، موقعی شاه زن داشتی که شاهان و ولیعهدا همه همدیگر رو کشتن، اون موقع شاه زن داشتید ایران. اون کی بوده، آرتیموس یا هر کی لشکر نمیدونم. کارمون خیلی خرابه آقا، صدا ندیم، گذشته باطل رفت. امروز ببینید کجا هستیم. سعید کاووسی یه حرف درست میزن، میگه اگه میخواین مشکلاتتون رو درک کنید برید تو آینه نگاه کنید. راست هم میگه. من خودم گاهی وقت میگم آقا چرا مردم کمک نمیکنن، میرم تو آینه میبینم چرا. آقا تقصیر منه، من اگه بلد باشم مارکتینگ کنم، من اگه بلد باشم با دو نفر زنگ بزنم صحبت کنم، خب مردمم کمک میکنن. من اگه تو برنامه‌ام به طور منظم هر 5 دقیقه یک بار بگم ما به حمایت شما نیازمندیم، مردمم کمک میکنن. همه اشکالا از منه، همه اشکالا از شماست، همه اشکالا از سعیده. همینجوری بریم جلو. بله قبل از ژن خوب، این ماجرای ژن خوب، یه بچه آخوندی وقتی که با
پول باباشو، قدرت باباشو، نفوذ باباشو، بارتبازی باباش، این برانور چی شده؟ مردم گفتن خب آخه مثلا تو 30 سالته این همه پول از کجا آوردی؟ گفته که ما تو فامیل اون ژن خوب هست. والا قیافش که میگاه میکردی و نمیدونم این پسر عارف بود، پسر کی بود؟ نه عارف خواننده ها. خلاصه آدم میخواست بگه واقعا که ژن خوبی بودی، از قیافت معلومه. گزیده های خبر روز رو از یورو نیوز برای شما میخونیم. دو ناو شکن آمریکایی از تنگه تایوان عبور کرده. بذارید من یه عذرخواهی به شماها بدهکارم و این رو مدیون پتیک هستم. پتیک خیلی دقت عمل داره، ریزبین میگن، تیزهوش و ریزبین هست. من اون روز گفتم که بالاخره اون کسی که مسئول انفجار بوده در سریلانکا بود، در سریلانکا شناسایی شد. وقتی این خبرها رو میخونیم، این تیترشه، میخونیم پاراگراف اول یا قسمت اول یا قطعه اول، میریم نه خیر هیچی نگفته، میریم قطعه دوم میریم هیچی نگفته، میبریمش پایین میریم ای بابا این دو صفحه هست ولی آخرش گفته بود. این تقصیر منه، من باید اینجا باهوش باشم. وقتی که میگم دو ناوشکن آمریکایی از تنگه تایوان عبور کردن یا اون مسئول تهاجم یا خودکشی های به اصطلاح انفجارات چی بهش میگن، اینجا میگن سویساید بامر، یعنی کسی که هم خودکشی میکنه هم اونو چی میکنه، به فارسی یه چیزی میگن بهش. خلاصه اینا رو فوری بیارم برم اون پایین خبرها رو پیدا کنم، ولی متاسفانه این روزا خبرها هم هی بالا پایینش چیز میکنه. حالا این خبرها خیلی بلند نیست، براتون میخونم. ارتش آمریکا اعلام کرد که دو ناوشکن این کشور از تنگه تایوان گذر کردن. پنتاگون در حالی خبر از عبور این دو کشتی جنگی از تنگه راهبردی تایوان داده که تنش بین چین و تایوان افزایش یافته است. حضور ناوشکن‌های ایالات متحده در منطقه می‌تواند از سوی تایپه نشانه‌ای از حمایت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تایوان تفسیر شود. آمریکا و چین علاوه بر موضوع تجارت بر سر سرنوشت تایوان نیز با یکدیگر اختلاف نظر دارند. تنگه 180 کیلومتری، حالا همچی وقتی میگیم تنگه فکر کنیم مثلا 10 متره، تنگه 180 کیلومتری تایوان بین این کشور و چین قرار دارد. در بیانیه نیروی دریایی آمریکا در مورد گسیل ناوشکن‌ها به تنگه تایوان آمده است عبور این ناوشکن از تنگه تایوان تعهد آمریکا به عبور و مرور آزاد در منطقه هند یا اقیانوس آرام را هند و آرام را نشان می‌دهد. بنا به اعلام نیروهای دریایی آمریکا، بین ناوشکن‌ها و کشتی‌های جنگی کشورهای خارجی هنگام عبور از تنگه تایوان برخورد یا تنشی پیش نیامده است. چین تاکنون به خبر عبور ناوشکن‌های آمریکایی از تنگه تایوان واکنش نشان نداده است. داده‌های وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که این کشور از سال 2010 تاکنون 15 میلیارد دلار سلاح به تایوان فروخته است. جمهوری خلق چین حاکمیت مستقل تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را یکی از استان‌های خود در نظر می‌گیرد. دوستان این مصاحبه ظریف با کریس والاس رو حتما نگاه کنید و ببینید که کریس والاس میگه که تو ایران دو گروه هست دولت، یکی این تندروا هستن طرفای خامنه اینا، یکی شماها هستید که بهتون میگن اصلاح طلب و با روحانی هستید. ظریف میگه خب تو آمریکا هم همینه. الان نزدیک به چند ماه هست اون وقتا پنتاگون هر روز خبر میداد این ترامپ که اومده درست مثل دیکتاتورا در همه جا رو بسته. بیش از 40 روز این سخنگوی کاخ سفید که به جز دروغ چیزی نمیگفت همونم تعطیل کردن. یعنی اینا میگن ما چه، این ایران این کشورهای دیکتاتوری، ما چه تعهدی داریم به مردم گزارش بدیم؟ کون لق مردم. و میبینید که کثافتکاریش هر روز از این ور اون ور میزنه بیرون. همین امروز اعلام کردن که آقا مسافرت های بچه این برای پسرای این برای کارهای کاسبی و بیزینسشون میلیون ها دلار خرج میذاره از لحاظ امنیت و سکیوریتی رو دست مردم. حالا این ترامپی که از اون ایراد میگرفت
که آقا شما چرا میری تنیس بازی میکنی، آقا چرا شما مثلا به جای یه هواپیما دو تا هواپیما بودی، خودش سرشو میگیری دومش فلوریدان، دومشو میگیری سرش فلوریدان، خرج و ریز و ریخت و پاشم که نگو و نپرس. بله اینم از این. خب بچه های خودشان از معشوقه هاشون را نمیپذیرفتن. بچه پش باریکلا زدی به هدف. این خانم تنازی میگه آقا اینا بچه های خودشون رو از معشوقه هاشون سال یا سر به نیست میکردن، یا میگفتن برو مخفیانه بزرگش کن، ماهی اینقدر بهت پول میدیم، حالا اینا بیان برن از، یعنی اینقدر تنگ نظر بودن که نگو و نپرس. و اما قاسم سلیمانی گفته مذاکره با آمریکا مصداق تسلیم شدن محض است. حالا شما ببین، به غیر از اینکه ما اصلاح طلبارو داریم، تندروارو داریم، ارتش یا سپاه هم این قسمت برای خودشون، اونا هم یه نیروی سومی شدن و این خیلی خطرناک. یعنی کشوری که هر کسی، اینجا آمریکایی‌ها میگن دست چپ از دست راست خبر نداره، و شما ببین اگه دست چپ و راست از هم خبر نداره، شما اصلا یه هندونه رو گرفتی این دلش میخواد بر سر تو بخارن، خب میفته هندونه. اینجوریه. در اصل آقای بولتون دیروز اعتراف کرد که 2 میلیون دلار کره شمالی از اینها خواسته. این حالا عکس این آقا پسر رو بهتون نشون میدم، پسر بیچاره ای که بلند شد رفت کره، اونجا لوس بازی رفت توی هتل، تابلوهای تبلیغای اعلانی به اصطلاح چه دیکتاتورشیپی دیگه، مثل تو ایران که همه جا عکس چیز رو میزنن، خمینی و خامنه ای میزنن، اینجا به در و دیوار عکس و پروپاگاندا. این یکی از این پوسترها رو کنده بوده، بعدن هم گفته بوده من میخوام اینو بیارم به اصطلاح به عنوان یاد بود، ولی بهش گفتن شما به اصطلاح دست به خرابکاری زدی بر علیه رژیم دیکتاتوری کره شمالی. این بدبخت رو گرفتن، معلوم نبود اونجا چه دوایی بهش دادن. اینا همین عکسو که شما میبینی اینو مثل که به زور بلندش کردن این ور اونور لتلو میخورد آوردنش اینا. بعد ترامپ هم اومد با افتخار اعلام کرد که من دیدید استخونای اون مرده ها رو آوردم، حالا بفرما این پسر رو هم آزاد میکنه. 2 میلیون دلار اونایی که مسئول آمریکا بودن امضا کردن و من به شما قول میدم که این پولرم دادن. چیزی که هست اینا چون استاد پولشویی هستن یه جای دیگه مخفیش میکنن از یه طریق دیگه. پولشویی میدونید چیه؟ مثلا من میخوام برای شما یه پولی بفرستم، میدونم پلیس دنبال شماست. ایرانی هم این کارا رو خیلی میکنن چون سوء استفاده از سوشال سکیوریتی میکنن، نمیدونن تو خونه های مجانی زندگی میکنن، اجارهش دولت میده، خونه های خودشون رو قایم میکنن و خیلی وقتا هم چیزایی که میکنن به اسم داداششون، به اسم دخترشون، به اسم پسرشون، اونا میخورن و میان سر قبرشون هم تمیزکاری میکنن. بله پولشویی اینه که من میخوام یه پولی برای شما بفرستم، مثلا برای سعید. کار دنیا برعکس شده، همیشه اونا به ما کمک میکنن، حالا سوری میخواد یه پولی بفرسته، چون این پول کثیفه ممکنه یقه اینو بگیرن، من میفرسم برای پتیک. بعد به پتیک میگم پتیک جان این حواله آمد، تو نزدیک سعید هستی پول رو بده سعید. به میگم پولشویی، کاری که مجاهده میکنه، کاری که خیلی از دولت ها انجام میده، کاری که آخونده سالها انجام دادن. و همین بود که صدای اوباما در اومد گفت آقا هی شما میگید تحریم، این چه تحریمیه که هر بچه ای تو ایران تلفن آیفون دستشه. خب برید یه آیفون رو بگیرید، بگید چجوری رفته اونجا. خود من همینجا در آمریکا نشسته بودم، یه آقای ایرانی زنگ زد و سلام احوال پرسی اینا، آقای سلبی شما کار چیه؟ گفتم والا ما همه کار میکنیم آخرش هم بیکاری. گفت که من یه پیشنهاد دارم. گفتیم بفرما. گفت که شما میتونی نمایندگی پارت کاترپیلار رو برای ما را بندازی؟ گفتم آقا کاترپیلار خودش اینجاست دیگه، وقتی یکی هست که نمایندگی. گفت نه اینجا، مثلا ما دبی میخوایم باشه. گفتم آقا دبی و عربستان و اینا همه دارن، من خبر دارم، حتی اون قطر و اینجا. بعد گفت که نه آخه اونا میدونی. گفتم آها اونا با شما معامله نمیکنن، شما شنیدی دیدی که من خیلی ساده هستم. گفتی هیچ کسی از این مشنگتر نیست، ما بریم ما یه چیزی بدیم به این، اینو خر کنیم و برای ما جنس پارت از اینجا بفرسته. جنس و پارت و اینا یادتونه چی شد؟
اون کسی که دوربین یا ذره‌بین ماهواره رو فرستاده بود گرفتن، بعد زندانیای ایران و آمریکا رو با هم تعویض کردن و اینها، برید اسامیشون هست. اون کسی که وسایل نمیدونم برقی، وسایل برای ماهواره، اینا رو فرستادن. در اصل گفتیم نه آقا، ما همین ویکندا میریم ویدیو برداری، ویدیوگرافی میکنیم. نخواستیم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. خب اینم از این. مظنون به جاسوسی برای امارات در زندان ترکیه خودکشی کرد. اینم همیشه تو فیلم ها میدیدیم که اینا یه سری سیانور توی دهنشونه، هر وقت که میگیرن چه میدونم من سیانور چه بوده، چون کپسول هم اگه باشه این اسید بدن، اسید دهن توی 3-4 ساعت حلش میکنه. شما دیدین این کپسول هایی که شما میخری میخوری برای که مزهش تلخه، و یکی دیگه برای که زود عمل نکنه. شما میندازی والا با یه انقدر آب، با وجودی که آب قاطی میکنی با اسید معده، ولی اسید معده این پلاستیک، از پلاستیک که نه هرچیه، از بین میبره، خوردش میکنه و دوا میاد سراغ شما و شما کیف میکنی. اینم از این ماجرا. حالا اینا چجوری سیانور مثلا نگه میداشتن بماند، اینا رو تو فیلم ها میادیده بودیم، ولی بهترینش اینه که اینا با کمربند خودشونو چیز میکنن، حتی با ملاف زندان خودشونو آویزون به تخت میکنن میکشن، حتی با این کیسه های پلاستیکی، طرف کیسه پلاستیکی میکنه سرش، اینجاشو میگیره، انقدر نفس میکشه، دم بازدم دم بازدم، تا اونجا میشه پر از گاز کربونیک و خفش میکنه. و یکی از چیزهایی که بیچاره بچه ها رو اینجا میکش همین پلاستیکا بود. طرف کامپیوتر خریده بود، در میورد، مشغول بود، وای میساد نگاه میکنید، برمیگشت میدید پس پلاستیک که اینجا گذاشته، بچهش سرش کرده تو پلاستیک، نفس کشیده مرده. حالا پلاستیکا رو سوراخدار کرده. با همه اینها بازم میگن این اسباب بازی نیست و مواظب باشید. وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرد یکی از دو فرد مظنون به جاسوسی برای امارات عربی متحده که زندانی بود خودکشی کرد. دوباره بنا به اعلام یک مقام وزارت دادگستری ترکیه، یکی از دو مظنون خود را در زندان به دار آویخته است. اینه که پتیک فریاد میزنه سربی، چقدر قشنگ میگی وقتی که میگی وای به حال ما ایرانی ها که این معلم های انشا هی یادمون دادن دو صفحه باید بنویسی. ای کاش گفته بودن دو جمله بنویس، ولی مثل این خانم الهه این دو جملت دو دقیقه هم نشد. حامل چی میگن؟ شامل همه این اینفورمیشن ها باشه. خط اول نوشته وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرد یکی از دو فرد فلان خودکشی کرد، پایینش دوباره نوشته بنا به اعلام یک مقام وزارت دادگستری. یعنی من خواننده مثلا آلزایمر دارم، فراموشی به هم دست داده که 10 ثانیه چیه، 3 ثانیه قبل یادم نیست که این از وزارت دادگستری ترکیه بوده. نه، اینا لغتی پول میگیرن. مثلا به یه مجله میگن ما هفته یه مقاله براتون می‌نویسیم 1500 کلمه و بابت مثلا $150 میگیریم. اینجوریه متاسفانه. مقامات ترکیه پیش از این اعلام کرده بودن که این دو فرد پس از آنکه طی ماه جاری میلادی بازداشت شدند به جاسوسی برای امارات عربی متحده اعتراف کردند. آنها روز 19 آپریل 3 فروردین بازداشت شدند. مقامات ترکیه اعلام کرده بودند که در حال تحقیق در مورد احتمال ارتباط حضور یکی از این افراد در ترکیه با قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان هستن. جمال قاشقچی ماه اکتبر گذشته پس از ورود، مثلا میگه ماه اکتبر گذشته، خب مگه میشه این ماه اکتبر آینده کشته باشنش؟ یا ماه اکتبر که مال گذشته است، یا اگه مال 2-3 سال پیشه وقت تاریخ می‌نویسی، می‌نویسی ماه اکتبر 2017، ماه اکتبر 2016. اینا دیگه قلم ببخشیدا از دستشون رفته یه جای دیگه شون. جمال قاشقچی ماه اکتبر گذشته پس از ورود به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. یکی از دو مظنون ماه اکتبر گذشته دوباره وارد ترکیه شد. این در حالی است که مظنون دیگر مدتی برای کمک به همکارش وارد ترکیه شد. مظنونان متهم به جاسوسی بین‌المللی سیاسی و نظامی شده بودند و در زندانی در غرب استانبول نگهداری می‌شدند. اینم از این. درباره عربستان سعودی، کشتن قاشقچی اینها، یه عکسی از من به شما نشون بدم که شما ببینی. دیدید وقتی میگن یک بام و دو هوا، یا میگن
وقتا هم گفتن قربون خدا یه بام و دو هوا، اینجا بهش میگن دبل استاندارد. دبل استاندارد، شما مثلا به بچت میگی بدو بدو، بعد نفر بعدی که میدو بهش میگی بابا یواش اینجا ندو مردم هستن. این دبل تو پارک خیلی میبینیم، ایرانی ها خیلی دبل استانداردن. به دخترشون یه چیزی میگن بابا ساعت 9 شب با خونه باشی، یا به پسر میگن برو هر کی دستت رسید بگاه. آقا خب این میره خواهر اونو میگاد، اون میاد خواهر اینی میگاد. دوستی دارم حالا اسم نمیگم کجا، این هی پسرش تشویق میکرد میگه برو این کارو بکن اون کارو بکن، میگه آقا تو که یه دختر داری یه پسر داری، خب نمیشه. ما به پسرمون یاد دادیم گفتیم به خانم ها به دخترها جوری رفتار کن که انتظار داری دیگران با خواهرت رفتار کن، مؤدب باش، لوس بازی در نیار. الحمدلله که حالا هر دو شوهر کرد هر دو همسر گرفتن و به اصطلاح بچه هم دارن، نوه هم دارن و جنس ما جوره، خودمون یه پسر یه دختر، بچه هامون هم یکیش برامون نوه پسری آورد یکیش نوه دختری. بله، باور نکنید خودکشی کرده. خب اینم از اون جمله ها بودا، حالا من چجوری بخونمش؟ باور نکنید خودکشی کرده، فارسی اشکالش اینها، میتونی اینجوری بخونی. بله، باید بنویسی که دروغ آقا خودکشی نکرده. خب بذار من عکس رو براتون نشون بدم، کجا گذاشتم توی صفحه فیسبوک خود منم هست، شما هم اونایی که گاهی سری میزنن به صفحه فیسبوک اینو میبینن، ولی اونایی که نمیبینن بذارید ببینیم که چجوری میشه بهشون نشون داد. بله اینجا 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 بله پیداش کردم. شما به من بگید تفاوت این دو عکس یا این دو نقاشی در چیست؟ این یک، این دو، کامرای دو بفهم. این یا آقای با دشنه خنجر قمه هر چی بگید یه بنده خدایی رو نشونده، گردنش رو میخواد ببره، مال کجاست؟ مال آیسیس. این جلاد عربستان سعودی آمده در مجلس، در میدون، در میدونهای عمومی همین تازگی 10 نفر و یکیشون 16 سالش بوده گردن زدن. چجوریه که مجامع به اصطلاح حقوق انسانی بین المللی در این مورد ساکتن؟ به قول بعضی ها که به خفخون میگن خفخان گرفتن، ولی این یکی چه فرقی میکنه با هم؟ شما فرقی میبینید؟ اگه میبینید برای ما توضیح بدید. اگه یک با ما دو هواست و با ما هم عقیده هستید، خب هم عقیده هستید دیگه، لازم نیست. بریم سراغ بعدی، اونم از اون، اینم از این. بله، مسیجم براتون گذاشتم، یک بار دیگه از الهی خانم ممنون و متشکرم. خب اینم از این. دو تا مهمون قبل از برنامه من امروز با ما بودن، یکی آقای حسن شهباز عضو جدا شده سازمان مجاهدین در آلبانی و یکی آقای علی حاجری، ایشون هم عضو جدا شده در آلبانی. بله، میگن آقا 10 نفر چیه؟ 37 نفر گردن زده شدن. بفرم، اینم ما بودیم، آقای خورسندی هم مأمور جمهوری اسلامیه. 37 نفر یک نفر را هم به صلیب کشیدند و دور شهر چرخاندند. بفرم. خب یه ویدیو آقای زرابی فرستاده، اینو با هم تماشا کنیم. آقای کاووسی میگه چون که ما خریم. آقا به خرها توهین نکنی، این خرهای بیچاره بار میبرن. شرطهای جمهوری اسلامی رو باید گفت، صداشون در نمیاد. این دیوانه رو نگاه کنید. یه نفر به من گفت که این عباسی شیرازیه، نمیدونم حقیقت داره یا نه، ولی این اوائل که اومده بود یه برنامه بود به نام کنکاش، شبا می نشستن و بحث های درست حسابی انجام می دادن. اینم یابو برش داشت،
خر بود خرتر شد. بذارید من براتون اینو بیارم. حالا من هنوزم باورم نمیشه که یعنی اینقدر یه نفر الاغ باشه که اینجوری بگه، یا اینکه این فیلم رو واقعا تیک تیکی کردن و چسبوندن به هم. بشنویم ببینیم، خودتون قضاوت کنید. شرط های جمهوری اسلامی رو باید گفتمان کنیم، باید روشن کنیم که اونا چی میخوان از ما پای میز مذاکره، ما چی میخوان. ما زمانی میتونیم بگیم پای میز مذاکره بردیم که اینا محقق باشه. یک، آمریکا تمام وبسایت پرنشو ببند. دو، باید حجاب رو به رسمیت بشناسید، بپذیرید حجاب رو. سه، باید وال استریت رو به عنوان مرکز ربای جهانی ببندید، اقتصاد ربدی رو باید بذارید کنار. چهار، اسرائیل و بساتش رو از اینجا جمع کنید ببرید. آمریکا باید بپذیر مسلمان بشه. من به شما نصیحت، تا اینا رو به دین خودتون در نیاوردید دست از سرشون بردارید. آمریکا اگر ما نریم زیر دو خم این که آمریکایا رو به دین خودمون در بیاریم، شیعه 12 امامیشون کنیم، آمریکایا رو ما رو به دین خودشون در میارن، ما رو رباخار و فاسد و سبک زندگی آمریکایی میکنن. این اصل قضیه. تا کل جهان رو به دین خودتون در نیاوردید نمیتونید از پا بشینید. ازتون خواهشم روک. آخه یکی به این کره خر بگه توی این آمریکا شما میخوای ماشین بخری، الان بهت میگه آقا اصلا اینترست نده، نزول نده، 6 سال 72 ماه این ماشین بیا وردا. اون وقتا تو ایران گفتن از دم، از دم بر. حتی دیگه به شوخی این فولکس واگن میگه ساین اند درایو، یه امضا کن برو برو. آخه حمال که اسم خودتو گذاشتی دکتر عباسی، الاغ، تو که میگه آمریکا باید وال استریت رو ببنده، بانکاشو ببنده، خب بیاد بشه مثل بانک شما که هر روز پول مردم رو میخورین، 25% 30% نزول میدین و میگیرین، و به خاطر اینکه 25% نزول میدی تورم هم میشه 50%. این خیلی ساده است. کسی که 100,000 تومان قرض میکنه میره یه خونه میسازه و باید روش 25,000 تومان نزول بده، خب این خونه وقتی تموم شد میفروشتش 150,000 تومان، میفروشتش 200,000 تومان، میشه تورم 100%. بعد میگه پرن وبسایت ها رو باید ببندن. آقا شما نگاه نکن، تو کره خریگی نمیتونی خودتو کنترل کنی؟ روزه که میخوای بگیری به همه میگی شما نخورین چون من نمیتونم خودمو کنترل کنم، به همه زنا میگی شما روسری بپوش، چادر بپوش، خودتو تو گونی قایم کن چون من آدم حشری هستم. اینا دیگه کیان؟ و من نمیدونم آقای مجاهد چرا نشستی اذیت میکنی به بیچاره تو آلبانی که ازت جدا شدن. کار خیلی بلند، شما رو یه دوتا از اینا رو نفله کن، نرو مهندس اتمی دکتر اتمی رو بمب بذار بغل ماشینش، برو اینا رو داغون کن، چون اون مهندس اتمی بمب اتمی نمیدونم نیروگاه اتمی رو بعدن برای هر رژیمی باشه لازم داریم بیاد نیروگاه اتمی داشته باشه، نمیدونم تولید برق و چیزایی که بدون ضایعات کمتر، بدون ضررهای کمتر. من اصلا دنیا شده دیوونه خونه. من در باره این که شما منتظری یه کسی با شما یه چیزی رو بگه، شما بگی آهان این نظر منم همین بود. ما چند روز پیش یه کاری برامون پیش اومد، یه چیز سنگینی رو باید جابجا میکردیم، گفتیم نه این تو ماشین ما که نمیره، رو ماشین اونم که نمیره، میریم یه یوهال میگیریم. رفتیم یوهال گرفتیم. یوهال اونایی که آمریکا هستن میدونن یه کامیونایی هست میدن کرایه، اونایی که نیستن براتون بگم یه شرکتی آمده، این یو یعنی شما، حالم یعنی حمل کردن، میگه یوهال من بهت ماشین میدم تو حملش میکنی. خب چجوری راه افتاده؟ شما ماشین کرایه‌ای تو آمریکا میدونید چجوری راه افتاده؟ یا این هرتز بود یا اون یکی دیگه ایویس بود فکر کنم، یه خلبان بوده، وقتی میرفته از این شهر به اون شهر، میومده از هتل بیرون میگفته چقدر خوب بود که من یه ماشین داشتم تو این شهر یه دوری میزدم. بعد خب فکر میکنه که من کاش یه ماشین بخرم بذارم اینجا، هر وقت میام اینجا. بعد میگه خب من گرم تو یه ماشین بخرم این شهر یه ماشین میاد یه سیستمی را میندازه، این ایویس رنتال از اونجا شروع میشه. تا اونجایی که من میدونم، خیلی چیزا رو میخونیم بعد میبینیم غلطه. اون روز آقای مانی خورسندی تعجب کردم، گفت که این آتاتورک همین قانون حجاب رو گذاشت، ولی گفت حجاب میتونید داشته باشید به شرطی که فقط خانمای تنفروش. گفتم آقا همچین چیزی نبوده.
کجا اینو چاولایا را انداختن چهار بار که به چرخه من و شما چون دو جا شنیدیم تو دو تا مجلس هم گفته شده مهر قبولی میزنیم رو لنبشون، مهر قبولی رو لنبشون. یادتونه این گوشتایی که میفروختن یه مهر آبی رنگی پرپل سوسنی گلخاری هرچی که بهش میگی بنفش میزدن روش، اینم اینه. آقا هم اصلا آتاتورک، شما فکر میکنی واقعا آتاتورک انقدر بیشعور بوده که بیاد به زنهایی که یا دانسته یا ندانسته یا خواسته یا نخواسته میخواستن حجاب داشته باشن اینجوری حجاب از سرشون بکشه بیرون؟ نه عزیز من، این مزخرفاتی که اینا میگن، این مزخرفاتی که آقا کوروش ببین رفت چه کار کرد ولی من شمشیر کوروش دستمه. میگم آقا پوفیوز، تو اگه میگی کوروش با دوستی رفت فعلا شما شمشیر بکن یه جایی، غلاف که نداری فعلا بکن یه جایی تا برید بازیم بعد صحبت کنه. اینو با اون آقای سپر بود کی بود بهش گفتم شمشیر پرژیان، خجالت بکشین بمانه. ما رفتیم این ماشینو گرفتیم، خب بنده خدا خانمه که اومد بیرون دیدم پاش میلنگه، گفتم اگه میخوای بری اونجا من میرم با دوربین عکس میگیرم میام بهت میگم که بنزین چقدر داره. اون وقتا بنزین پر میدادی پر میگرفتی، اینم یه کلک دیگه شده برای اینا که پول بسازن. به شما میگه ما بنزین بهت یه چهارم میدیم، شما روی یه چهارم برگردون. کی میتونه روی یه چهارم برگردونه؟ وقتی میری میزنی میاد بالاتر، و به همین دلیل فرداش که من ماشینو دادم از یه چهارم رفتود بالاتر. به نفر بعدی میگه مثلا بعد از یه چهارم میشه یه چهارم، این هم واحد اینها، بعد از یه چهارم خب نصف میشه، مثلا میشه پنج هشتم، یه چهارم میشه یا چهار شونزدهم، بعد مثلا نه پنج هشتم میشه پنج شونزدهم بماند. جوک بود شما باور کردی؟ آها خب ببینی آقا، شما اگه جوک رو بگی من باور کنم دیگرانم بگم آقا آقای خورسندی گفت، دیگه شما منبع معتبرتری از سندهای آقای خورسندی میخواه بیشتر؟ این بود که من برای شما نوشتم باید خیلی مواظب باشیم فیک نیوز رو تبدیل به ریل نیوز نکنیم، و متاسفانه فیسبوک این کار انجام داده. شما الان یه چیزی بنویس ابو علی سینا گفته هر کسی چهار بار بزنه تو سر خودش گوشش زیاد میشه، اینو بفرست اصل برای خودت بر میگرده، عکس ابوعلی سینا هم روشه، کتاب نمیدونم شفا هم هست، بعدم برات مینویسن ابوعلی سینا در کتاب شفا در جلد چهارم صفحه 35 نوشت، که دیگه شما که نداری حالا کتاب رو که میگی دیگه درست شد، خودت نوشتی یا خودت شروع کردی، ولی دور میزنه با سند میاد در خونت. نکنیم این کارا رو، یا اگرم اومد به شوخی به مسخره بگیم. اون روز اتفاقا یه آخوندی یه فیلمی رو نشون دادیم، بعد اون آقای شاهین فاتحی گاهی سربی این سرکاستیک یعنی به طعنه گفته، گفتم خب بد گفت اینجوری که گفت به الحمدلله ما اون خانمه رو گرفتیم که میرخصید، خب یکی مثل من که الان این طعنه های جدید و سرکاستیک جدید بلد نیست نمیفهمه. دیدید بعضیا شما یه جوک میگی بعضیا جوک رو نمیگیرن، خب این گناهی نداره که شاید تعریف کردن شما نتونسته اون جوک رو به اصطلاح چیز کنه. بمانه برگردیم به یوها، ما رفتیم به این خانمه، یه پاش تو گچ بود یه پاشم از این کفشایی که میذارن قالبش هم اندازه میکنن که راه بره، ولی دیدم اینجوری جوک هم توی آفتاب رب ساتون میکشته. رفتیم عکس گرفتیم یه چهارم، عکس مایلاش هم گرفتیم 114206 مایل آوردیم و خیلی هم تشکر کرد دادو چند 29 دلار. گفتیم باشه. گفت بیمه میخوای؟ گفتیم بابا ما ماشینمون بیمه داره، روزی هم که بیمه خریدیم این بیمه رو اضافه کردیم که اگر رفتیم یه ماشینی رنت کردیم ما یه دلار و نیم اضافه میشه، اینه مثلا داشته باشه. گفت خب برو. گفتیم اوکی. 14 دلار 15 دلار به نفعمون شد. اومدم نشستم تو ماشینی، گفتم که اینا چجوری این ماشینو به هر کس و ناکسی میدن؟ یه عبداللهی بود دوست ما اینجا خوشتوک شاهی رفت ایران یادش بخیر، این میگو که ببین من از این تریلی 18 چرخ بیاد بغلم رد بشه نمیترسم،
چون این کارشه، هر روز داره رانندگی میکنه، میدونه که خوابش میاد بزنه کنار، میدونه که باید اینجوری کنه اونجوری کنه. گفت من میدونی از چی میترسم؟ گفتم نه. گفت از این یوهال که میبینی یه آقای یه خانمی که تا دیروز یه مینی ماینر میرونده، حالا امروز نشسته پشت یه کامیون سی فود، نمیدونه که این هر وقت میپیچه چرخش میره رو آسفالت رو باغچه، هر وقت میپیچه یه تابلوی رو میندازه و الی آخر. و درست میگفت. ما گفتیم این چه جوریه، این چه سیاستیه، این ماشینو خریده نو موقع صد فلان دو بوده، میده به دست هر کسی، یه روز این یه روز اون فلان اینها. اومدیم این برتر دیدیم که خب اینا به ما گفتن به غیر از روزی $30 مایلی هم $1 باید بدی. نمیگه چون $30 دادی 30 مایل مجانی باهاش میاد، چون این ماشین مال لوکاله، اینا ماشین های لوکالشون معمولا به اون مرتبی لانگ دیستانس نیست، چون میگه اگه خراب شد هم اینجا باشه بیام پنچگیریش کنم خرابیش بلا اینا. اینه که ماشین هایی که مثلا 114,000 میذاره اینجا، ماشین های 20,000 30,000 مایل رو میذاره شما از اینجا اسباب بکش برو کالیفرنیا، اون اگه از کالیفرنیا بره فلوریدا، چون میگه این شانس خراب شدن. این همه رو حساب کردن، حالا که دیگه کامپیوتر هم اومده کمکشون. چقدر میخندی خرسندی، مگه من اینجا استنداپ شو دارم؟ تو اینقدر تو برنامه من میخندی، تو برنامه داداشت بری چی کار میکنی؟ لابد قش میکنی از خنده. بمانه اومدیم ورتر گفتیم که خب این ماشین 114,200 مایل روشه، یعنی تا حالا $114,000 از این و اون گرفته. بنزینم که یه چهارم داخلش بهت میده، تو که فردا میای یا روی 5/8 یه چهارم 5/16 یا روی نصف، از اون برم هر روز داره سود میبره. یا اگه بگی من میخوام تو بنزین بزنی، بنزین گالون $2.5 یوها رو نمیدونم، ولی رنتال هرتز گالون $10 به حساب میکنه. باورتون میشه؟ گالونی $10، میگه میخوای $30 بده ماشین خالی هم بیاری قبوله، ولی اگه آوردی ما قراره پرش کنیم گالونی $10. خلاص گفتم که نه بابا اینا بلدن، ولی 15,000 شعبه داره اینجا، اگه این ضرر میکرد که حالا میلیونر شده بود رفته بود. شما میگی این سوربی امروز داره عوضی میگه، ماجرای ضرر کردن و میلیونر شدن شنیدی که یه دوست ما تخمق میخرید یه تومن میفروخت 5,000، بهش گفتیم آقا این چه کاریه میکنی؟ گفت میخوام میلیونر بشم. گفتیم آخه اینجوری میلیونر میشی؟ گفت بله الان میلیاردرم، همین کارو ادامه بدم میلیونر میشم. ما هم گفتیم این یوهال دلمون برای سوخ، حالا داریم رانندگی میکنیم. بعد گفتیم نه بابا خب این ماشینه تا حالا $114,000 درآورده ازش، به غیر از روزایی که داده رنت. حالا میگیم اون روزایی که داده رنت خرج دفتر و دستکش، ولی از مایلاژ خالیش $114,000 روی ماشین ماکسیموم $30,000 این درآورده. شرکت ها اینجوری پولدار میشه. همچین که اومدیم سر پیچ اونوری گفتیم بابا انصاف داشته باش، این ماشین رو به تو میده به اصطلاح مرتب و تمیز و بیمه و این هم داره، بهت میگه $30 از امروز تا فردا همین ساعت، 24 ساعت $30، 24 ساعت $30 میشه کمتر از $1.5، چون اگه $1.5 بود میشد $36، نه 24 دوازده $36. خب تو حاضری سور بی ماشین تو بده به سعید کاووسی که راننده خوبی هم هست، بی دست رانندگی میکنه، تکس میزنه رانندگی میکنه، سرش برمیگردونه به دو تا ماشین اونوری فوش میده رانندگی میکنه، همه پلیسا میشناسنش، حاضری ماشین تو بدی دست این؟ نه. حاضری اگه یه نفر مایلی $2 بهت بده ماشین تو بدی دست اونا؟ نه. حاضری اگه یه نفر روزی $50 بده ماشین تو بدی دست اونا؟ نه. آقا یه پروگرامای درست شده، نمیدونم go together یه چیزی، ماشین تو میذاری اینجا، میگی من امروز ماشینمو نمیخوام، یه غریبه میاد ماشین تو برمیداره سوار میشیم، زیپکارو نمیگم، ماشینات خودمون. من نمیدونم اینا چجوری، اینا همون موجودات فضایی هست که اول برنامه گفتم که بین ما زندگی میکنن، یه دفعه به عقلش میرسه که آقا خب سور بی تو که این اتاقو خالی داری چرا میذاری خالی باشه، بده به اجاره این بدبخت هتل، $100 تو بده $60 پدر اونو در بیا، ولی تو پولدار شو. Airbnb آقا تو ماشین که داره میره خالی خالی واشنگتن، بیا تو رو هم سوار کنم پول بنزینش دره. ولی ناگفته نماند طبق معمول که همه چی حقوق بشر رو نمیدونم تقویم و
این حتی مسیح و حضرت آدم و همه اینا مال ما ایرانی ها هست، این ماجرای اتاق بده اجاره و ماشینتو بده اجاره یعنی مسافر کشی رو واقعا ایرانی ها شروع کردن. خدا رحمت کنه این داداش ما وقتی که زنده بود رفتیم شمال، بعد که رد می شدیم گفت داداش اینا چی میگن؟ هم میگن تاک 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 تاک، چرا اینا تاک تاک میکنن؟ گفتیم بابا این میگه اتاق، چیزی که از ما چون رد میشیم با سرعت فقط تاک تاک تاکشو میشنویم. اینم از این. فکر کنم نوه من اومد، اجازه میدیم ما بریم؟ ما قرار ساعت 3 با خانم زنوسی مصاحبه داشته باشیم و ایشون یک مختصری از خودشون بگن، از که دلشون خواسته کار به این صورت کمک به دیگران، با وجودی که امروز دکتر هستن، مطب دارن، همسرشون دکتره، ولی بلندشن هی برن ایران کمک کنن به این و اون، که متاسفانه عکسا نرسید. بعد که عکسا نرسید این من گفتم میخواین فردا با هم صحبت کنیم، چهارشنبه برنامه داشته باشیم. و اما یه فیلمی رو پتیک برای من فرستاده، 9 دقیقه فیلم از سد کرخه که 2 هفته پیش گذاشتن روی ویدیو، یعنی بعد این ماجرای سیل و اینها. دیدید وقتی یه اتفاق میفته میگن ما هممون متخصص پشکل تا بمب اتم هستیم، یه دفعه چقدر متخصص سیل، چقدر متخصص آبستن کردن یا بارور کردن ابر برامون پیدا شد. طرف بلد نیست شیر خونهشون رو ببنده، باز کنه، توالتشون رو تنظیم کنه که آب پر بشه که نشه، یه دفعه شد متخصص سد. این خانم کیه؟ شکوه میرزادگی، اون آخوند نوری علا، همه اینا شدن متخصص سد سیوند و پاسارگاد. آقای اومده میگه آقا خانم اصلا این چیزایی که اینا میگن بی خوده. من بهتون نشون میدم، این لینکش هم میذارم روی فیسبوک، روی فیسبوک صفحه خودمونم هست. از آقای پتیک تشکر میکنم. بعد از برنامه من، حالا نریا، بعد از برنامه من برین این رو نگاه کنید. ولی برای اونایی که نیستید روی فیسبوک، من الان بهتون عکس و چیشو نشون میدم که چه شکلیه، تا اشتباهی به اصطلاح چیز دیگه ای رو تماشا نکنین، یه وقت نرین تو اون صفحه 400 میلیون پر که این آقای عباسی دیوانه گفته. شکلش اینه، ببینید اینجام نوشته، تا امروز هم 305 نفر بیشتر نگاه نکردن. پتیک یکیش، منم یکیش، دوتا، یکی هم الان نگاه میکنم 3 تا، یعنی به غیر از من و پتیک تا حالا 302 نفر نگاه کردن. چرا اینقدر کم؟ برای که این داره اینفورمیشن میده، ما نمیخوایم اینفورمیشن یاد بگیریم. ولی اگر فوش خوار مادر داده بود، اگر گفته بود نمیدونم فلان، این یه دفعه 15,000 تا بیننده داشت. یک کمشو بشنوید با هم. آها، یه اشکال بزرگی که داره، این ایرانی ها یه روش بدی یاد گرفتن. آقا اوپنینگ، کلوزینگ، بله موزیک، ولی دیگه وقتی داری یه گزارش میدی، من نمیدونم این موزیک چیه دیگه، سر قبر بابامونم که میریم فردا یکی برامون موزیک بزنه، این موزیک چیه؟ وقتی شما دارید صحبت میکنید، اگه میخواین یه چیزی رو آموزش بدید، اگر پخش کردن موزیک مفید بود تو مدرسه موزیک پخش میکردن. بفرمایید. خوزستان، سد کرخه، 21 امروز 9 اردیبهشت دوستان، 18 روز پیش، 2 هفته پیش، این داره سد کرخه رو نشون میده. توضیحات جامعه مردم الغا میکنن همه توضیحات رو که میده، میگه اگه این سد امن نبود من که نمیمدم وایسم پایین این سد. و نمیدونم آقا گروه پدر آخوند، گروه پدر اونایی هم که آخوند آوردن، ولی یه کمی هم بابا بیان محض رضای خدا با حقیقت بیشتر نزدیک بشه، یا به حقیقت بیشتر نزدیک بشه. خب ببینیم که چی هست دوستان. پرواز با پرویز، این آقای پرویز هوشمند، ببینید وقت میگم برای بیزینستون اسم خوب پیدا کنید، اینه. سال هاست که ایشون در کار آژانس به اصطلاح مسافرتی و اینها هستن و پرواز با پرویز، اسمش پرویزه؟
شما وقتی میخواد پرواز کنی با هواپیما میگی راستی چی بودی؟ سوربی چی گفت؟ پرواز با پرویز. اینجوری چیزها رو به هم ربط میدین. آقا یه بلیتی پیدا کن ما مجانی آلمانی بریم. میذارن از این مسابقه ها بلیت میدن توی نمیدونم سیزده بدر و اینها. وقتا والا بلیت آلمان 300 دلار بود، ما با لوفتانزا میرفتیم و میمدیم، بعدم خوراک با قاشق چنگال بهمون میدادن. الان که خوراک تو ساتو فرودگاه میگه بخر 4 دلار ساندویچ، 5 دلار ساندویچ بیار اونجا مثل عمله ها بخور و صدات هم در نیا. بلیت هم نمیدونم نقل 1000 دلار، 600 دلار، 700 دلار. بعدم مستقیم نیست، هی میگه مینویسم آقا نان استاپ. باز میگه از اینجا برو نمیدونم شارلوتسویل، از اونجا برو تگزاس. اون وقتا چقدر دوست داشتم این هواپیما 4 جا بره. بلیت ارزون میخریدیم 60 دلار، از اینجا میخواستیم بریم کالیفرنیا، نصف آمریکا رو تو هوا چرخیده بودیم. در صورت اینم از این بفرمایید. اینم آخوند دوستان کلیمی. ببینید ربای الیسا وایز، دپوتی دیرکتور، معاون دیرکتور، کلن اینم معاونش. همین دیروز شنبه باز اینجا توی کالیفرنیا تیراندازی شد در یکی از این کنیسای کلیمی ها و یه نفر کشته، چند نفر مجروح. اون آقای ربای مثل که یه انگشتش از دست داد، ولی گفت نترسید از این تروریست ها، این هفته بیشتر بیاین. خب اینا هم استفاده میکنن، یعنی تروریست احمقی که میره خودکشی میکنه نمیدونه به نفع اینا میشه. شما برید دو کلمه بنویسید مگا چرچ، مگا چیزای بزرگو میگن، و ببینید توی تگزاس معروفه، مثلا استیک 80 آنس بهتون میده، برای چیزای بزرگ معروف. ببینید توی تگزاس این چرچ ها، این کلیساها ها چه کار میکنن. طرف میاد میگه که من، شما فکر میکنید اگر به خدا امروز بگم 650 میلیون دلار یا 650 میلیون دلار میخوام برای هواپیمای جت یا 65 میلیون دلار، شما فکر میکنید خدا به من نمیده؟ بعد میگه که ببینید خدا به شما میگه که به من پول بدید. خب سوربی نشسته اینجا هی به مردم میگه آقا خانم خودتو متعهد کن مای 2 دلار، 3 دلار، 5 دلار پرداخت کنی که ما بدونیم مای 50 دلار، 100 دلار میاد دستمون بدیم برای این خرج. نتونستیم. خب سعید راست میگه، اشکال منم، ولی اون کرخر کشیشه تو سیاپوستم، برید بنویسید که پاستور، چند تا نقطه بذارید، ask مثلا his viewer. اینا همشون هم دیگه از تلویزیون اومدن، چون طرف گفت که من یه شنبه ها میرم کلیسا. گفت کدوم کلیسا؟ گفت سینت اسلیپ. گفت سینت اسلیپ چیه؟ گفت یعنی امامزاده خواب. گفت یه شنبه ها میخوابم. اینا میگه آقا میخوای بخوابی؟ باشه تلویزیون تو روشن کن، ما میایم تو خونت. و الان این کار کردن، مگا تیوی ها، مگا چرچ ها اومدن تو تیوی. و ببین اونا چه پولایی میسازن، ما اینجا چه پولایی میسازیم. هی طرف میگه آقا گفتم ات مزدوره ها. خب آخه قرم ساختو که من میگه مزدور، پولش بیا بهم بده اقلا. چه بگی خب. بله اینم از این. اینجوری تلگرافی ننویس، من متوجه نمیشم یعنی چی تعریف بیشعوری. خب ببینم دیگه براتون چی گذاشتم اینجا. بیایم توی برنامه لایو. اون دو نافشکن رو خوندیم، اونو گفتیم. یه چند تا فیلم خوبم هست. آها این آقای پتیک کارهایی که انجام میده برای من خیلی جالبه. من وقتی اومدم آمریکا تعجب کردم، دیدم یه ماشینی مثلا روش دوتا دوشکه، بعد آقای راننده دستش از این ور در آورده، خانم راننده هم دستش از اون ور. بعد میگفتم خب خدایا، یعنی اینا فکر میکنن که اگه باد بیاد این دست اینا این دوشکو میگیره، دوشکی که دو نفر به زور گذاشتنش رو این، حالا اینا دستشون اینجوری گرفتن، بعد بارون میزنه خیس میشه و اینا. گفتم ما تو آلمان باید میرفتی تراک میگرفتی با پول میدادی یک کسی بیاد جابجاش کنه. بعد دیدم این چیه، یه ماشین داره از بغلت رد میشه، رفته نمیدونم تیراهن خریده از در عقب
در عقب باز کرده، اینجوری آورده تیراهن از بغل گوش خانمش از تو شیشه رفته بیرون. حالا این ماشینش چقدر پهنشار چوب همینجوری، نمیدونم شیشه و فلان اینا همینجوری. بعد دیدیم که بابا بعضی هم هستن که کار قانونی و درست انجام میده. بعد دیدید میرید یه جایی میبینید آقا یه گودی کندن مردم میریزن توش. حالا این آقای پتیک نمیدونم فکر کنم خونه خودش هم بوده، این یه شنبه وایساده داشته کار میکرده. به اینا میگن کون، مثل قیف هست بستنی قیفی هم بهش میگن کون آیس کریم. و اینا هم اگه پنتر باشه مثل من دلو پنه باشه بهش میگن برول. برول یعنی بشکه. اگه اینجوری نازک باشه نمیدونم چی میگن. ولی نگاه کنید نوارم هست، کاشن یا احتیاط یا مواظب باشین. اینا رو قشنگ گذاشته که دیگه ببخشید اون وقتا وقتی خواستن توهین کنن میگفتن دیگه هر کوری هم متوجه میشه. اینو بسته. یه جای دیگه هم یه عکس برای من فرستاده بود که با تراکش داره وسیله میبره. آقا خانم این دم هوم دیپو، دم لوز، هم از این پرچمای قرمز مجانی گذاشتن، هم بند گذاشتن، نخ، ریسمون، هرچی بهش میگی، تناب باریک، نخای کنفی، که شما اینا رو ببندی به هم سیفش کنی وقتی میری. بذار ببینم پیداش میکنم اون عکسم بهت نشون بدم. یه چند تا چی بار زده بود تو ماشینش، اون رو هم به اصطلاح آها اینجا هم نوشته خودش، لطفاً بفرمایید هم تناب و پرچم برای باد، برای بار مجانی رو استفاده کنن. البته این خودش پرچم داشته از تو ماشینش آورده، ولی ببخشید پرچم نه، این تنابا رو، ولی تناب یا اون بندای کنفی سفید مجانی بهتون میدن. خب ببین این وقتی اینو میبنده تا موقعی که برسه به اون محل جابجا نشده، ترمز میزنه یه چیزی نمیره بیفته کلش، بپیچه یکی از این بغل نمیره بزنه اونجا. این حدی هم که از ماشینش آمده بیرون برای اینکه دیگران پشت سرش مواظب باشن و ببینن، یه پرچم زده اینجا که اینم حرکت که میکنه اینجوری عینه که یه نفر داره تکونش میده و میبینه. در اصل دوستان امنیت، سیفتی، اینا رو اینجا آمریکا میگن، میگه سیفتی فرست. یعنی ما نمیدیم فقط یه کاری رو انجام بدیم بریم، ما میخوایم اگه این کار انجام شد مردم، همسایه ها، اینها هم سیف باشن، امن باشن. درست میشه این سیف امن میشه فارسی؟ خب امان از دست این آقای خزایی که ما خودمونو کشتیم، این یاد نگرفت تیتر خبری رو که میفرسته توی سابجکت برای ما بذاره. ولی چون این خبر خوشحال، خوب و خوشحالی هست، خوشحال کننده ای هست، ما از سر تقصیرات همشهریمون میگذاریم. تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا شد. و برگردم به اون یوهال. حالا ما یوهال کرایه کردیم 114,000 مایل روشه و از خودمونم پرسیدیم، گفتیم نه و اینا، رفتیم به این دوستمون که زنگ زدیم گفتیم ما اینجا رفتیم کارگر بگیریم. آقا کارگر گیر نمیاد. این ترامپ احمق هی میگه من اینا رو میخوام بکنم بیرون. اصلا اونجا بازار مکزیک انقدر خوبه که اینا رفتن دیگه کارگر نیست اینجا. این یک. دوم، الان چون بهار و همه میخوان گلکاری کنن و خونه بسازن اینها، کارگر که وقتا میرفتی بدبخت میدوید دنبال ماشینت، آقا منو ببر، آقا منو ببر، شما وای میسادی. اگه میخواستی بار ببری نمیرفتی چاقش انتخاب کنی، گردن کلفت قد بلند. اگه میخواستی نمیدونم از این باغبونی باشه کوتاه که خیلی، خلاصه الان نبود. به یه دوستمون زنگ زدیم گفت آقا کاری نداره که. چیه؟ گفتیم آقا یه چیز انقدیه. گفت چند کیلو؟ گفتم فکر کنم 100 خورده کیلو بشه، ولی بد دست. گفت خب من میام کمک میکنم. گفتیم باش. کی میای؟ هفتش. دور از جونتون. ما از ساعت 3 کارمون تموم بود، هی چرخیدیم این ور ور وقت تلف کنیم. امان از این انتظار. وقتی میخوای وقت تلف کنی مگه تلف میشه؟ هفت شب ایشون آمد گفت کجاست؟ گفتیم بیبریم بالا. رفتیم بالا، تا رفتیم اونجا گفت کدوم؟ گفتم این. گفت سوربی نه من دست به این میزنم نه تو دست بزن، آقا یه پولی بده یکی بیاد اینو برات جابجا کنه. اومدم یک کمی هم ناراحت شدم ازش. فردا صبح انقدر بهش دعا کردم گفتم خدا پدر مادرت بیامرزه، چون اگه اینو گذاشته بودیم اونجا توی این کامیون، خودمونم کشته بودیم، در دیوارم زخمی کرده بودیم، آورده بودیمش،
حالا من اینجا چه خاکی به سرم بریزم، از تو ماشین چجوری بیارش پایین؟ یادم افتاد به خودمون. این که میگم بعضی وقتا شما خودت هم فکر میکنی این کار درست نیست، ولی منتظری که یه کسی به شما بگه تایید کنه که درست نیست، دیگه 100% مطمئن بشی. سالها پیش ما با یه دوستی که دکتر بود اینجا کارهای ساختمونی میکرد، چون داشت درس میخوند، گفت که فردا چی کار میکنی؟ گفتیم مثل روزای دیگه هیچی. گفت خب برات یه کاری دارم، بیبریم با هم یه گشتی بزنیم، نهار بخوریم و یه شیشه ای رو ما میخوایم با هم جابجا کنیم. گفتیم باش. این بنده خدا یه مینی ون داشت، رفتیم اونجا دیدیم وا یه شیشه ای مثلا 12 فوت در 10 فوت کلوفت، انقدر کلوفتیش. من یه نگاه کردم گفتم ببین من دست به این شیشه نمیزنم. آهان، گفت میخوایم کاتش کنیم، دو قسمتش کنیم، کوچیکتر بهش ببریم. گفتم آقا شیشه بریدن کار هر کس نیست، دیدی اینایی که با شیشه کار میکنن؟ دیدی الماس میگیره دستش اینجوری میکنه، تق شیشه رو اینجوری میکنه میشکنه. ولی برید امتحان کنید یه شیشه پیدا کنید شیشه شکسته، ببینید من و شما اگه بخوایم بشکنیم چه خاکی بر سرمون میکنه. گفتم من نه دست به این میزنم، نه در بریدن شریکیش تو میشم، نه در حملش. ولش کن بیبریم. اومدیم بیرون، گفت که ببین من مثلا میخواستم بهت امروز چاینیز فود بدم، حالا هر خوراکی میخوای بهت میدم، چون که تو منم نجات دادی. گفتم چرا؟ گفت من از صبح تاره داشتم فکر میکردم که حالا یک سوربی اومد و ما گفت انجام دادیم، واقعا میشه یا میفته میشکنه؟ بعضی وقتا اینجوریه، رو درواسی نکنید، به دوستتون به فامیلتون بگه آقا ببخشید من قصدم کمک کردنه، ولی هم به فکر خودمم هم به فکر شما، فردا دوتامون کمردرد پادرد، بعد این میفته رو پامون 6 ماه روزگار، هر جا منو میبینی شرمنده، تو مهمونی ها من مسخرت میکنم، میگم آقا این برای 100 دلار نده به کارگر منو استفاده کرد، منم پام اینجوری شد. خلاصه نکنید این کاره. میگه که خانم تنازی، فیلم های فارسی قدیمی هم کارگر و عمله به دنبال ماشین میدوید و میگفت آقا منو ببر، آقا منو ببر. تو رو خدا امروز وقتی آقای مینوی میاد شما بیا اینا رو به آقای مینوی بگو، چون آقای مینوی میگه زمان شما ما میرفتیم کارگر از کره میآوردیم، کلفت از فیلیپین میآوردیم. اون میگم آقا اینجوری نبود، بدبختا کشاورزی رو ول کرده بودن، اومده بودن تو شهر بنایی میکردن، اولم که بنایی بلد نبودن، اولم که عملیگی بلد نبودن. نکنید، نگین این کارو، نکنید یه کاری که ملت فکر کنن ما در بهشت برین زندگی میکردیم و انقدر احمق و دیوانه بودند که انقلاب کرد. من که نکردم، من مأمور حکومت نظامی بودم. ولی نگید اینو آخه آقای مینوی عزیز. هی شماها میشینید میگید بعد نمیدونم دستت میاد. میگه که خوشنودی 2 روز پیش نزدیک بود نرده دومی که شویی که بالای ونها میگذارن توی فریوی از بالای ماشین باد کند. نرده بوم آقا، نرده بوم که اینجوری نمینیسن، یا مینیسن نرده بان یا مینیسن سد. تو شیراز نمیدونم چرا به نرده بوم میگفتن سد. بله هنوزم میگن یا اون قدیمی بود. 2 روز پیش نزدیک بود نردبوم کشویی که بالای ونها، این نردبوم های کشویی میدونید مثلا اگه 16 فوت میشه 32 فوت، اگه 10 فوت میشه 20 فوت، اینجوری میره داخل هم چیزهای مزخرفیه. دلیلش اینه که اینا با بانجی کورد میبندن، با کش میبندن برای که زود برش دارن. این کشا بعد یه مدتی چون آفتاب خورده ترک خورده و چون نمیدونی کی میفته از رو این و این نردبون میفته تو جاده. آقای خوشنودی اون وقتا که پولدار بودم هنوز نیومده بودم تلویزیون ایرانی ها، قشنگترین بنزا رو رانندگی میکردم، بنز 380 نمیدونم بلو نیوی بلو دارک فلان یا بنز قهوه‌ای فلان، اینم اومده نمیدونم میخواد چیکار کنه الان زنگ میزنه. خلاص یه روز داشتم تو بلتوی میرفتم، اینجا وقتی ساختمونا اینجوریه و ناودونه چیز نیست، شینگل نیست، یک میخای اینجوری میزنن روی این که اگر برف و یخ بندون شد این نیاد یخ و اینها بیفته رو سر مردم. یه پیکاپ تراکی جلو ما داشت میرفت،
یه دفعه دیدیم این در پشتشو درست نبسته بود، مثلا 4 تا کارتون بوده، این به زور فشار داده، یکیش حالا واز شد، یه کارتون افتاد، ما دیدیم این یه چیزای آهنی انقدی از این ور اون ور، و اینجا بلفه 4 لین یا 4 لین بود، هر ماشینی از یه طرف میرم. خب شما بعض وقتا میگی من که نمیرم بزنم به این ماشینه، بذار هر چی میخواد پیش بیاد، چشمت روزو بعد نبینه. یکی از اینا که تیز اینجوری سپایه هم داره، مثل منقل سپایه داره، رفت زیر لاستیک ماشین ما، لاستیک ما پاپ 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 پنچر شد. ما اومدیم اینجوری تو جاده از 495 به 66 وایسادیم این بالا. حالا تو ماشین اونم اسلحه بود، آزاده ها، اسلحه بود و اینا، ولی خب یادمون که نبود. آمدیم وایسادیم، گفتیم عجب جای بدی هم هست، بالای پل زیرش جاده، شونه خاکی، شونه و شما یادم دادیم، به اصطلاح شولدر نداره، چیکار کنیم؟ یه دفعه دیدیم یه ماشین پلیسی اومد، گفتیم خدا پدرش بیامرزه، پلیس برای همچین جاها خوبه. خلاصه آمد و ببینیم این آقای نکنه این بود که ساعت 4 قرار بود بیاد. باش خلاصه پلیس اومد گفت که اینجا نمیتونی وایسی. گفتم ماشینم پنچره. گفت میدونم، دیدم، من اصلا از اون ماجرا دارم میام، ولی اینجا نمیتونی وایسی. بهش میگم چرا؟ میگه ببین، یا حرکت میکنی، دوستان نگاه کنی، پلیس آمریکا هم اینجوری ها، گفت یا حرکت میکنی یا من دستبند میزنم بهت، میندازم تو ماشین خودم، زنگ میزنم جرثقیل بیاد ماشین تو ببره. گفتیم آقا چرا اینجوری حرف میزنی، ما که آدم نکشتیم اینها. گفت نه نمیشه. خلاصه ما هم گفتیم باشه، اومدیم سواری ماشین شدیم، طلاق 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 رفتیم پایین. بعد دیدیم آقای کلینتون برای تبلیغاتش با ماشین با اتوبوس داشته میمده. خب اون میدونست که من اومدم این بالا وایسم، فکر میکنه میخوام با تفنگ بزنم، تفنگم که تو ماشینم هست. گفتم عجب ما شانسی آوردی. گذشت چند روز بعد همون آفیسره رو که اسمش هم خیلی چون یادمه، اینجا یک کلمه هست بهش میگن طرف مورانه، یعنی خره اولاغه. این گوشم این آقای موران رو بهش گفت، آقای کانگرسمن موران هم اینجاست، همه خندیدن. آفیسر فامیلیش موران بود. بعد چند دفعه چند وقت بعد دیدمش، گفت تو هر جا من میرم هستی. بعد گفت فهمیدی اون روز چرا بهت گفتم از اونجا برو؟ گفتم آره، وقتی رفتم پایین دیدم بیل کلینتون و اینا اومدن رد شدن رفتن، ولی تو میدونی من کیم؟ گفت نه. گفتم بابا من میرم اینجاها عکس میگیرم، پولم به هم میدن. گفت نه، ما وظیفه داشتیم. گفت خفتم، خب آقا به من میگفتی، به من میگفتی آقا اینجا الان از لحاظ سکیوریتی سیفتی تو باید بری پایین. اینم از این ماجرا. دو روز پیش نزدیک بود نردبون بیفته رو ماشین، کندشو ببین چی شد، کف فریوی شهیدمون کنه که با اختلاف کمی از کنارمون رد شد. طرف پشت کمپرسی نوشته با فاصله حرکت کنید، اگه شیشه ماشینتون رو ریک شکست جوابگو نیستم. بله بهش میگن رود هازارد، برای که هر کی شیشش میشکست نمیرفت شیشش عوض کنه، هر روز میرفت دنبال یه کامیونی، اون کامیونه 50 دلار 100 دلار بهش میداد. بعد دیدن این شده یه بیزینسی، میگه آقا شما بیمه بخر، منم کامیون دارم، چادرش دارم، اون اپرن میگن، اپرن برای آشپزخونه پیشبندم میگن، پشت کامیونا به این میگن اپرن، میگه این اپرنش تمیز باشه، اکسل مکسلش تمیز باشه، باقیش رود هازارد هست. میای تو جاده ماشین تا ممکن بشکنه، پنچر بشی، اینجوریه. نمیخوای ماشین تو بذار تو خونه، 30 سال دیگه هم گرونتر بفروشه. دوستان عزیز، من از یکایک شما ممنون و متشکرم که با ما بودید. امیدوارم شروع کنید خودتون برنامه بذارید، برنامه‌های جالبتر بهتر، و من هم بیننده شما بشم. اینقدر تنبلوازی در نیارید. این آقایی که گفتم داره میاد زنگ بزنه، قرار بود بعد از 4 بیاد، بهش گفتم من 12 تا 4 نیستم، یا قبل از 12 بیا یا 4. ترافیک خوب بوده، زود رسیده اینجا، باید برم یه سری وسایل دارم میفروشم، شما که پول نمیدید. حمایت یادتون نره، حمایت حمایت حمایت. گربه پرید رو دیگه، شیرازی هم میدونن صد همون صد نردبون. بله
دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. به امید روزهای بهتر، آینده روشن‌تر. به احتمال زیاد ساعت 6:30 تا 6:45 با آقای پرویز مینویی از تگزاس خواهیم بود. مرسی که با ما بودید. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. مرسی.